خدا و سلام بر شما با مجموعه خبری ساعت 8 از آریانا نیوز خوش آمدید. امروز پنجشنبه 25 قوس سال 1400 هجری خورشیدی است. در نخست سرخط مهمترین خبرها. تاکید امارات اسلامی بر روی دستگیری سیاست خارجی متوازن. ما می خواهیم که با تمام کشورها روابط خوب و حسن داشته باشیم. چین یک کشوری همسایه ماست. متهم شدن پاکستان به بازی دوگانه در برابر افغانستان. قسمی که من به این کمیته ماه گذشته نیز گفتم که دلیل شکست ماموریت ما در افغانستان بازی دوگانه پاکستان بود. بلند رفتن ارزش افغانی در برابر دلار. افزایش قتل و بازداشت خبرنگاران در جهان. و نگرانی از ناتکلیف ماندن ساخت سرک کنر جلال آباد. مشروع خبرها، من داریوش احمدی هستم. امارات اسلامی افغانستان تاکید میکند که سیاست خارجی افغانستان متوازن و بر بنیاد منافع ملی خواهد بود. همزمان حامد کرزی رئیس جمهور پیشین کشور میگوید اگر امارات اسلامی پیشنهادهای جامعه جهانی را عملی کند، دیگر هیچ بهانه برای برسمیت شناختن دولت جدید افغانستان باقی نخواهد ماند. این در حال است که چین و برخی کشورهای دیگر منطقه در تلاش پر کردن خلای آمریکا در افغانستان هستند. نوید بهار گزارش میدهد. پس از پایان حضور 20 ساله آمریکا و متحدانش در افغانستان، حالا چین، روسیه و برخی کشورهای دیگر منطقه در تلاشند تا خلای آمریکا در افغانستان را پر کنند. در 4 ماه حاکمیت امارت اسلامی در افغانستان، چین و روسیه از کشورهایی بودند که با امارت اسلامی در تعامل بوده و حتی سفارتخانه های این دو کشور پس از سقوط دولت پیشین بستن نشدند. اما چین چقدر یک شریک مهم استراتژیک برای دولت جدید افغانستان بوده می تواند و آیا خلای آمریکا را پر خواهد توانست؟ چین و روسیه علاقمندی از گذشته داشته که تا در افغانستان حضور داشته باشه و حرف اول را داشته باشه، چیزی که امریکایی ها و همپیمانانشان نمی خواهد و بارها امریکایی ها چین را یک تهدید کلان اقتصادی برای خود بیان کردند. و از نقطه نظر سیاسی و ساختن نظام ما فکر میکنم که افغانستان 100 سال است که در بین کشورهای اول قدرت منطقه و جهان متضرر شده. از سوی هم حامد کرزی رئیس جمهور پیشین کشور در مصاحبه با خبرگزاری اسوشیتد پرس در کنار این که نقش کشورهای منطقه را در مسائل افغانستان مهم میداند، تاکید میکند که اگر امارت اسلامی خواسته های جامعه جهانی را عملی کند، هیچ بهانه برای به رسمیت شناختن دولت جدید افغانستان باقی نخواهد ماند. زمانی که ما با هم طالبان و مردم تمام موضوعات از جمله تشریک تمام افغانها در حکومت داری، رفتن زنان به کار و دختران به مکاتب و سایر موضوعات را برآورده سازیم، پس هیچ دلیل باقی نمیماند که جامعه جهانی دولت افغانستان را به رسمیت نشناسد. رقابت کشورهای پرقدرت به ویژه چین، امریکا و روسیه بر سر برجسته بودن نقش و حضورشان در افغانستان در 20 سال گذشته مورد انتقاد بوده و یکی از عوامل بی‌ثباتی در کشور دانسته می شود. امارت اسلامی اما تاکید می کند که سیاست خارجی دولت با کشورهای جهان متوازن و بر بنیاد منافع ملی خواهد بود. ما می خواهیم که با تمام کشورها روابط خوب و حسن داشته باشیم. چین یک کشوری همسایه ماست و با در شرایط فعلی چین با افغانها مساعدت ها را ادامه می دهد و همچنان روابط خوب و نزدیک با او داریم. پیش از این سرپرست وزارت خارجه کشور گفته بود که به کشورهای ابرقدرت دنیا اجازه نخواهند داد که افغانستان را بار دیگر به میدان رقابت ها و جنگ های نیابتی خود مبدل کنند. رئیس کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا یک بار دیگر پاکستان را متهم به بازی دوگانه در قبال افغانستان می کند. رابرت منندز می گوید آمریکا نگران فعالیت گروه های تروریستی در خاک پاکستان است و این کشور به مکان خطرناک برای اقلیت های مذهبی مبدل شده است. در همین حال وزیر خارجه پاکستان می گوید کشورش در هر سطح با کشورهای منطقه و جهان کار خواهد کرد تا تلاش هماهنگ برای رسیدگی به وضعیت افغانستان صورت گیرد.
پاکستان بارها از سوی امریکا متهم به پناه دادن به گروه های تروریستی و عدم صداقت در قبال افغانستان است. اکنون بار دیگر از سوی برخی سناتوران امریکایی متهم به بازی دوگانه در برابر افغانستان می شود. رئیس کمیته روابط خارجی مجلس سنای امریکا می گوید به دلیل بازی های دوگانه پاکستان نیاز به گفتگوهای جدی با این کشور دیده می شود. قسمی که من به این کمیته ماه گذشته نیز گفتم که دلیل شکست ماموریت ما در افغانستان بازی دوگانه پاکستان بود. ما نیاز به گفتگوهای جدی با جانب پاکستان را داریم و در صورت تایید شما یک پیام جدی برای آنها خواهیم داشت. این مقام امریکایی همچنان از وجود گروه های تروریستی در خاک پاکستان ابراز نگرانی کرده می گوید پاکستان به یک مکان خطرناک برای اقلیت های مذهبی مبدل شده است. علاوه بر افغانستان ما نگرانی شدید روی توسعه فعالیت گروه های تروریستی در خاک پاکستان داریم. حکومت پاکستان یک فضای مناسب را برای فعالیت گروه های تروریستی در خاک این کشور را فراهم ساخته است. پاکستان همچنان به مکان خطرناک برای اقلیت های مذهبی مبدل شده است. اما وزیر خارجه پاکستان میگوید برای تامین صلح و ثبات در افغانستان و ایجاد هماهنگی بین المللی با تلاش های خود ادامه می دهد. پاکستان رهبری فوق العاده در نجات و تخلیه به سابقه تا همکاری نزدیک با شرکای بین المللی برای کمک های بشر دوستانه گرده هم آورده. کشورهای همسایه افغانستان و سهامداران بین المللی برای یک روی کرد هماهنگی نشان داده است. پاکستان با کار در هر سطح برای یک آینده باثبات، صلح‌آمیز و مرفه منطقه ادامه می دهد. در همین حال عمران خان صدر اعظم پاکستان می گوید که کشورش برای جلوگیری از یک بحران انسانی از افغانستان حمایت همه جانبه خواهد کرد. عمران خان تاکید کرده است که جدایی از افغانستان برای جهانیان زیانبار است و جهان اشتباه جدایی از افغانستان را تکرار نکند. ارزش افغانی در برابر دلار در حال بلند رفتن است. امروز در سرای شاهزاده یک دلار به 95 افغانی تبادله می گردید. اما با آن هم قیمت مواد خوراکی اولیه به شکل سابق بلند است. امارات اسلامی می گوید در مارکت های تبادله اسعار اشخاصی که دست به قاچاق دلار می زند را شناسایی کرده و به زودی در مورد آنان اقدام خواهند کرد. در چند روز گذشته پول افغانی به شکل بی‌پیشینه ارزشش را در برابر دلار و دیگر اسعار خارجی از دست داد. درست پیش در بازارهای کشور یک دلار در بدل 125 افغانی تبادله می‌گردید، اما روز پنجشنبه پول افغانی یک بار دیگر ارزش خود را بلند ساخت. امروز یک دلار در مقابل 95 افغانی تبادله می‌گردید. صرافان می‌گویند امارت اسلامی باید جلو اشخاص را بگیرد که در قاچاق دلار دست دارند. زمور هم توقع داده چې دا دغه شی مخنیوی باید وسی او باید خامخه څوک چې قاچاق د ډالرو کوي، څوک چې قاچاق د نور اثرو هم کوي د افغانستان څخه باید اجازه ورته ورکړي. معاون سخنگوی امارت اسلامی میگوید امارت اسلامی حلقاتی که مصروف قاچاق دلار از افغانستان هستند را شناسایی کرده و به زودی علیه آنان اقدام خواهد کرد. مسئولین امارت اسلامی در این عرصه اقدامات جدی را زیر دست گرفت. و من بعد ما مطمئن هستیم که هیچ کسی نمیتونه هر نوع قاچاق دلار را انجام بده. و همچنان امارت اسلامی در مورد از بین بردن علاقات مافیایی و کسایی که در مافیا دست دارند دست به کار است و مولانه‌هایش و کسایی که در این ملوث هستند تشخیص میشه، تعقیب میشه و به جزای اعمالش میرسه. با آنکه اکنون ارزش افغانی اندک بلند رفته است، اما قیمت مواد خوراکی اولیه، مواد سوخت و کرایه موترها در بازارهای کشور به شکل سابق بلند است و مردم خواستار کنترل آن است. دلار را چند کسایی که تخلف کردن، چهار تا دوزی که بود دلار را به کجا رساندن؟ حالا می تل ما شما مواد نفت خوراکی آرد کلش به دلار خرید فروش میشه. وقتی که دلار قیمت شوه و مردم افغانستان بسیار یک ضربه شدید وارد میکنه. باید جلو از این کارا را گرفتن. ما ازشان خوش هستیم، بازم کوشش کنن، بررسی کنن، جلو از این کارا را بگنن. قیمتی شده ترا به دل خود دلار بالا میبره. پرتان و باختات نه کتی نرخ باختات کنه. منده یمیال در 3000 آدرتان 4000 روغن رتان. اما امارت اسلامی میگوید اگر امریکا پول منجمد شده افغانستان را آزاد نسازد، جامعه غرب مسئول بحران اقتصادی و بشری در کشور خواهد بود.
شمار از معلمان مکاتب به دلیل پرداخت نشدن معاشاتشان بازار لباس لیلامی باز کردند. این معلمان که از ولایت‌های میدان وردک و بامیان برای کار در کابل آمدن میگویند که این بازار را با پول قرض ساختند. آنان خواهان پرداخت شدن معاشات چندین ماهیشان از سوی حکومت هستند. گزارش از فرهناز فریبرز. بازار لیلامی که فروشندگانش بیشتر از خریداران است. بیشتر لباس‌های زمستانی در این بازار لیلامی به فروش می‌رسد. از همه مهمتر این که این بازار لیلامی از سوی شمار از معلمان مکاتب از ولایت‌های میدان وردک و بامیان ایجاد شده است. فضل هادی معلم مکتب از میدان وردک است. می‌گوید که فقر و تنگدستی و پرداخت نشدن معاشات او را وادار ساخته تا دست به این کار بزند. به خاطر عدم پرداخت معاشات ما مجبور شدیم که مشترکاً 4 نفر کار لیلامی فروشی را اندازی کنیم تا اینکه چرخه روزگار را بچرخانیم مجبور شدیم. البته این به مقدار 60,000 افغانی در پول قرض که متاسفانه کاروبار هم نیست، یعنی خرید فروش در حد صفر است، اقتصاد مردم ضعیف است، قیمتی به اوج خود رسیده دیگه. فعلا مجبور شدیم که همه کار لیلامی فروشی را اندازه کنیم. این معلمان که اکنون لباس فروشی می کنند از صبح تا شام برای جلب مشتری صدا می کنند تا با این روش بتوانند با بیرحمی روزگار مبارزه کرده و لقمنان برای خانواده خود تهیه نمایند. می بتوانیم از این طریق بعضی از نیازهای اولیه خانواده را برطرف بسازیم. فقر به چارگی باعث کرده تا ما بیم یک لیلامی را به نام لیلامی معارف تأسیس کنیم و عدم پرداخت معاشات از طرف حکومت 4 ماه میشه که ما معاش از طرف حکومت متاسفانه تا به امروز عرض نکردیم. تا آنوزه که ما پیسه ای که هزینه کده تا آنوز اما که ما به دست نوردیم. کاروبار هم که نیست، بین مردم خرید فروش کم است. امو خوشحال که یک روزانه یک نان خشکی که ما لخانه نیاز داریم امو را ببریم از اینجا، اما متاسفانه امو هم نمیشه. این در حال است که بیشتر یونسف و اتحادیه اروپا گفته بودند که معاشات معلمان افغان را پرداخت می کنند. وزارت مالی امارت اسلامی هم گفته که روند پرداخت معاشات معلمان آغاز شده است. ادامه ی خبرها پس از وقفه کوتاه. ادامه ی خبرها. پوشندگان بلخ از افزایش بهای ادویه در این ولایت شکایت نموده، میگویند قیمت بعض از ادویه‌جات تا دو برابر بلند رفته است. ادویه فروشان در بلخ میگویند در حال حاضر بسیاری از ادویه‌جات که استفاده بیشتر در افغانستان دارند از کشورهای هند، ترکیه و چین وارد نمی‌شوند و این امر سبب افزایش قیمت ادویه در بازار شده است. وارد کنندگان ادویه در بلخ از مسئولان امارات اسلامی میخواهند تا زمینه واردات دارو را سهل ساخته و موانع موجود را از سر راه بردارند. افغانستان از جمله کشورهایی به شمار میرود که 95% ادویه مورد نیازش را از کشورهای خارجی وارد میکند و تنها درصدی کمی که داخل کشور تولید میشود با کمبود مواد خام روبروند. باشندگان بلخ میگویند این روزها بهای ادویه افزایش بی پیش نداشته و توانایی تامین ادویه مریضانشان را ندارند. پیش که بودیم یک نسخه دوا را میگرفتیم 400-500 میشد، حالا 1500-1600 روپا میشه. یعنی می تو یک قیمتی و بدبختی در مردم. علی ما مردم از این حکومت نمی خواهش داریم که همین دوا یک ذره ارزان شود، در مردم توجه شود. این علی مریض داریم، دوا خریدن نمیتونیم، داریم خوش صبح کی پتر اینم اینجا آمدیم ششتیم. اتحادیه خدمات دارویی شمال میگوید در حال حاضر بیشتر ادویه‌جات از پاکستان وارد می شود و واردات این نیازمندی از سایر کشورها از جمله هند، ترکیه و چین متوقف می باشد. 95% که ما اقلام دوایی ما وارداتی است، یقین داشته باشیم که بعض اقلام شاید کاملا ناپدید شود. ما یک مقدار دوایی داشتیم که از هند می آمد و او شرکت ها وارد نمی توانستن کرده، به شکل کم می آمد و این
اکمال کننده بعض دوای اساسی و مهم افغانستان بود. امروزی متوقف است به کلی. مسئولان اتحادیه خدمات دارویی شمال میگویند درصدی کمی که در بهای ادویه با بلند رفتن بهای ارز در مارکت رونما شده است، اما این پرچون فروشانند که قیمت ها را افزایش دادند. دوا اگر قرار باشه به اساس اوسط فیصدی محاسبه بکنیم 50% تغییرات سر دوا مده، خصوصا سر دوای ایندی ما تولیدات از اند ایت نداریم ما. و در مجموع که فعلا دوایی که در بازار می آید دوای پاکستان است و او هم دیگر اینمی که دلار بلند میشه قیمت دوا بلند میره در مجموع. با آغاز فصل سرما و بارش برف و باران مریضی های فصلی نیز افزایش می‌یابد و نیاز مردم به ادویه بیشتر شده است. بلخیان از امارت اسلامی می‌خواهند تا در راستای کاهش بهای ادویه و واردات آن از سایر کشورها گام‌های عملی و مؤثر روی دست گیرد. به دلیل بلند رفتن نرخ مواد اولیه و سوختی، نانوایی‌ها و هتل‌ها در بسیاری ولسوالی‌های تخار بسته شدند. برخی هتل‌داران در ولسوالی ورسج می‌گویند مردم توانایی خریدن را ندارند و ناچار به بستن هتل‌هایشان شدند. باشندگان تخار می‌گویند در حالی که ارزش دلار در برابر افغانی کاهش یافته، اما در قیمت مواد اولیه و سوخت هیچ تغییر نیامده است. مسئولان محلی میگویند به خاطر جلوگیری از گرانفروشی ها و احتکار یک کمیته مشترک از سوی ولایت ایجاد شده است. با بلند رفتن ارزش دلار در برابر افغانی، قیمت مواد اولیه و سوخت در بازارها با یک بارگی بیش از 30% بالا رفت و این وضع سبب شده است که در بسیاری ولسوالی های تخار نانوایی ها به نوبت فعالیت کنند و نیز شمار هتل ها بسته شوند. ما گفتیم که اگر در این ولسوالی ما اگر نرخ بالا ببریم، مردم اینجا ظرفیت و مثلا توانی قدر ندارن که از ما خریداری کنن. به همین خاطر امروز هتل دیگه غذا بار نگرفتیم. باشندگان شهر طالقان و ولسوالی های تخار میگویند در حالی که ارزش دلار در برابر افغانی کاهش یافته، اما قیمت های مواد اولیه و مواد سوخت پابرجاست و از امارت اسلامی خواهان کنترل بازار هستند. از اینکه نرخ دلار در ولایت تخار پایین آمده، در اون در افغانستان بسیار خوش هستند، اما در نرخ مواد سوختی، مواد خوراکی تغییر نامده. ما از امارت اسلامی همی خواهش داریم که در نرخ مواد خوراکی و مواد ارتزاقی توجه کنند که نرخش پایین بیارن. یک بوجیار فعلا 7,000 روپه است و یک کیلو گاز هم بسی 130 روپه رسیده و قیمت یه دیگه تیل هم دیگه به 120 رسیده، برنج هم به 4,200 رسیده. سرانوهایی که در بسوار جوستد کار میکنه به مردم ارائه خدمات میکنن، با اثر قیمتی آرد مجبور مکلف شدن که به نوبت در هفته سه نانوایی از سه نانوایی باید یک نانواییش باز باشه تا مردم خدمات ارائه کنه، بقیه دو نانوایی دیگه وسط است. مسئولان محلی تخار میگویند به منظور جلوگیری از احتکار و کنترل و نرخ‌گذاری مواد اولیه یک کمیته از ادارات دولتی ایجاد شده و امروز به فعالیت شروع میکنند. در خدمت حل مشکلات در ولایت تخار از طرف مقام ولایت تخار یک کمیته تشکیل شده به همکاری و جلسات های مربوطه. این کمیته وظیفه‌اش این است که به خاطر کنترل بازار امروز کارشان را شروع میکنند. انشاءالله امیدوار هستیم که در آینده یک امیدواری برای هموطنان عظیم باشه. به گفته مقام های حکومت محلی، در کناری از دست رفتن ارزش افغانی نیز احتکار برخی تاجران دلیل بلند رفتن مواد اولیه شده است. خبرهای جهان تا لحظات دیگر. چند خبر کوتاه از جهان. یک دوره خصوصی هنگام نشست اضطراری در میدان هوایی لاس آمریکاس شهر سانتو دومینگو، پایتخت جمهوری دومینیکن سقوط کرد و 9 سرنشین آن جان باختند. بر بنیاد گزارش ها در میان 7 مسافر که در این حادثه کشته شدند، تهیه کننده موسیقی پورتوریکویی و همسر و فرزندش نیز حضور داشتند. این طیاره از میدان بین المللی لایزابیلا در جمهوری دومینیکن به مقصد میامی فلوریدا حرکت کرده بود که تنها 15 دقیقه پس از برخاستن در حالی که تلاش داشت نشست اضطراری کند سقوط کرد. علت سقوط یا فرود اضطراری هنوز مشخص نیست. سازمان گزارشگران بدون مرز گزارش داده که در سال 2021 میلادی مجموعاً 46 خبرنگار در سراسر جهان کشته شده است.
این نهاد همچنین گفته است که در حال حاضر 488 کارمند رسانه‌ای در سراسر جهان زندانی اند. در این گزارش سالانه گزارشگران بدون مرز آمده است که در مکزیکو و افغانستان که به ترتیب 7 و 6 خبرنگار کشته شدند، خطرناکترین کشورهای جهان برای خبرنگاران به شمار می روند و به تعقیب آن یمن و هند برای خبرنگاران خطرناک هستند. وزیر دفاع بریتانیا با ولیعهد وزیر دفاع عربستان سعودی دیدار کرد. در این دیدار دو طرف زمینه‌های همکاری مشترک به ویژه در زمینه دفاعی و نیز تحولات منطقه‌ای و بین المللی را بررسی کردند. در این دیدار روابط دوستانه و همکاری مشترک بین دو کشور، راهکارهای تقویت همکاری دو جانبه در زمینه‌های مختلف و توسعه این همکاری‌ها و نیز تحولات منطقه‌ای و بین المللی مورد بررسی قرار گرفت. در ادامه خبرهای جهان، خبرهای اقتصادی تا لحظات دیگر. خبرهای اقتصادی. سرک 40 متره به نام عبدالخلق کنر را به ننگرهار وصل می کند. کار ساختان متوقف است و مردم را با مشکلات زیاد مواجه ساخته است. کارکنان شرکت پیمانکار می گویند که 55% کار این جاده تکمیل شده ولی پرداخت برای آنان صورت نگرفته است. این سرک 40 متره عبدالخلیل است که به جلال آباد منتهی می شود. از بهسود میگذرد و در شهرهای کنر جلال آباد در ولسوالی خیوه وصل می شود. این سرک حدود 12.8 کیلومتر طول و 40 متر عرض دارد. کار روی آن 3 سال پیش با حمایت مالی بانک جهانی آغاز شد. بر اساس اطلاعات رسمی 55% کارش تکمیل شده است، اما به دلیل تحولات اخیر کار آن متوقف شده است. داد کنر و نورستان و دینگرد داخل کد پر دیر اهمیت لری. او ډېر ښکلی او ډېر ښایسته اساسي طور باندې جوړېږي او ډېر په سټنډر دا باندې اوس د دې چارې چې دي دا پټه په ودرېدلې دي او حکومت ړنګ شوی دی او اوس موږ غواړو د دې اسلامت عمارت اسلامي نه چې د دې غم وخوري چې د حکومت کې دا سړک جوړېده اوس دا کارونه په ټپه ولاړ دي. موږ غواړو چې دا سړک جوړ شي او موږ په زرن کېدو د ډېر ګاډي هم خرابېږي. دا سوال دی، دا خلک ورته په مشکلاتو سره مخ دي. رانندگان می گویند ازدحام در این مسیر مشکلات زیادی را ایجاد کرده است. آنها از مسئولان می خواهند که کار این سرک را شروع کنند. دی سرک د وجه نامنګ ته په لکونه لکونه روپی تاوان در رسیدلې دی. زما خپل وجرب کتلې ده تقریبا 15-20 زیب کتلې ده. او د امارت اسلامي د حکومت نه غوښتنه زمونږ ده ده چې دی سرک باندې جدي کار وکړي. خلک ډېر غټ ستونزو سره مخامخ دي. دوړه ده پوه شو، خلک زکام کیږي او سینا و دغه سینې تکلیف نور تکلیفات پوه شو. د دوړو د لاسه ورته هغه کیږي. خو دا پوه شو نوې حکومت نه دا هغه لرو پوه شو دا سرک مونږ ته جوړ کړو په دې نوې حکومت کې. په زوړ حکومت کې خواستیم کار کېدو او بېده پوه شو بندېدلو جوړېدو بندېدو. په دې نوې حکومت نه دا هغه لرو چې دا سرک مونږ ته جوړ کړي. کارکنان شرکت قراردادی میگویند حدود 55% کار انجام شده، اما پول آن باقی مانده است. آنها میگویند که اگر پول این شرکت از سوی بانک جهانی و مسئولان آن پرداخت شود، بقیه کارها نیز تکمیل خواهد شد. بس دیگه نیول تقریبا دولت نمخ یا میاشت مخ یا دشتاندر پورا شوی او کم پیسی خپل جیب نه مصرف کرده آقا دولت چپا شو هم نسی پا دیده نو کاری بس وی دا بیچاره ګرځي نو خپل پیسې پوشي دولت تم زیاده ته هغه تم زی امارات اسلامي تم زی شه بیرته هغه غواړي کار شروع کړي څو پیسې ورکړي. د عبدالخیل سرک چې 40 متره په نوم باندې یادیږي د دغه سرک 30% کار شوی ده او اساسي شکل باندې سوی ښه سوی ده او د باقي کارونه چې کوم پاتې دي دغه د بدلون په حالاتو کې د مشکلاتو په خاطر باندې لا پاتې دي او ملګری وزارت ټول ملګری لګیا دي چې دغه نور چې کوم اویا فیصده کار ده دا هم تر زره شروع شي او دا پروسه سرته ورسیږي. برخی از اهالی خانه های خود را برای ساخته شدن این سرک ویران کردند، اما اکنون که این سرک نیمکاره است مردم ناراحت هستند. نرخ اسعار. یک دلار آمریکایی 95 افغانی، یک یورو 108 افغانی، یک درهم امارات 25 افغانی و 70 افغانی. 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 20 افغانی. 1000 روپیه پاکستانی 528 افغانی.
1000 روپیه هندی 1150 تومانی. وضعیت هوا. برای دیدن این مجموعه خبری و خبرهای دیگر به وبسایت ما سر بزنید. www.arianonews.org